پیبک 2023 با مسابقه سیلیکج بین دمن به کلینچ در مقابل تریش استراتوس آغاز میشه که توی ورود تریش نشون میدن که تیفانی توی جایگاه تماشاگران حاضر و چهرش میگه که به زور اونجاست. دو کشتیگیر در قفس حاضر میشن و زنگ اولین مسابقه PLE به صدا در میاد که تریش همون ابتدا سعی میکنه با خارج شدن از قفس کار رو تموم کنه، اما به کین اجازه رو نمیده و موفق میشه پشت سرم سه تا بکسپلودر بزنه و میره برای منهندل اسلم، اما تریش با آرنج میزنه تو کله بکی و خودش رو نجات میده و از قفس بالا میره که بکی هم میاد پیشش و از قفس میندازتش پایین که تریش هم بکی رو میگیره و پرت میکنه تو قفس و موفق میشه انگشتاشو بکنه تو دهن بکی. تریش کنترل رینگ رو به دست میگیره، اما زمانی که میخواد دوباره بکی رو به قفس بکوبونه بکی شرایط رو تغییر میده و 5 بار تریش رو به قفس میکوبونه و دیس آرم هر اجرا میکنه که تریش با بلند شدن خودشو خلاص میکنه. بعد یه زد و خورد که باعث میشه پیشونی تریش کبود بشه، بکی لگ دراپ مخصوصش رو اجرا میکنه و کاور که تریش کیک اوت میکنه. این بار بکی لینچ تلاش میکنه تا از قفس بالا بره، اما تریش اجازه نمیده و این دو روی تاپ روپ درگیری جالبی رو شکل میدن که تریش از قفس بالا میره و بکی سری خودشو به تریش میرسونه و میره زیر زیربندیش که متاسفانه به گوشم خورد که بکی به تریش میگه منو بزن، که تریش هم این کارو میکنه و این کار باعث میشه که بکی بچرخه و به تریش پاور بامپ بزنه و کاور که تریش کیک اوت میکنه. بکی میره برای اجرای منهندل اسلم که تریش بازم اجازه نمیده و ویدوز پیک حرکت ویکتوریا رو میزنه و کاور که بکی کیک اوت میکنه. تریش میره برای اجرای استراتوس فکشن، اما بکی حرکت رو به تویست اف فید حرکت لیتا بدل میکنه. جفتشون با اجرای این دو حرکت یادی از مسابقه سیلکیج بین ویکتوریا در مقابل لیتا در سال 2003 میکنن. بکی میره روی تنابهای رینگ و پرش ناموفقی رو انجام میده که تریش سری استراتوس فکشن خودش رو میزنه و کاور 1-2، اما بکی لینچ کیک اوت میکنه. هولی شت، تریش میره تا با خارج شدن از قفس کارو تمام کنه، اما بازم بکی لینچ آویزون تریش میشه و جفتشون روی تاپ روپ به درگیری ادامه میدن که تریش موفق میشه به بکی بولداگ بزنه و بازم کاور، اما بکی لینچ کیک اوت میکنه. تریش دوباره از قفس بالا میره که بکی هم به دو میفته دنبالش و این بار درگیری رو قفس ادامه پیدا میکنه که تریش موفق میشه بکی رو بندازه توی رینگ و تا یه قدمی پیروزی جلو میره، اما بکی دوباره برمیگرده و با گرفتن موهای تریش میارتش روی قفس، اما پای تریش میره لانردو و تریش به قفس گیر میکنه که بکی میارتش بالا و تو همون حالت بهش سوپرپلکس زیبایی رو میزنه و کاور 1-2، اما تریش کیک اوت میکنه. او مای گاش، تماشاگران فریاد میزنن This is awesome. بکی از قفس بالا میره که تریش هم از در میاد خارج بشه که بکی متوجه کار تریش میشه و برمیگرده و پاهای تریش رو میگیره که سر و کله یه زوی سار که پیدا میشه و دستای تریش رو میگیره. این دو با تریش مسابقه تناب کشی رو میندازن که بکی موفق میشه و میاد که از قفس خارج بشه، اما زوی با در قفس میزنه تو کله بکی، درست کاری که متاردی و لیتا تو سال 2003 کرد. تریش سری بکی رو رول میکنه که نمیشه و بکی منهندل اسلم اجرا میکنه و کاور، اما زوی کاور رو به هم میزنه. بکی و زوی میافتن به جون هم و زوی این فرصت رو برای تریش فرا میکنه تا از قفس بالا بره، اما بکی به زوی منهندل اسلم میزنه و تریش رو از قفس میاره پایین و روی تاپ روپ منهندل اسلمش رو به تریش فرو میکنه و کاور 1-2-3 تموم. بکی لینچ پیروز میدان معرفی میشه. عجب مسابقه. بعد مچ زوی میخواد که توی بلند کردن تریش کمکش کنه که تریش کمک زوی رو رد میکنه و میزنه زیر گوشش و ازش میخواد که از قفس بره بیرون، اما زوی در قفس رو میبند و Z360 شو به تریش میزنه و لباس تنکیو تریش رو هم در میار و میره. پس مسیر زوی از تریش جدا شد و به این مسابقه عالی 5 ستاره میدم. اینم در نظر بگیرید که تریش 47 سالش و عالی درخشید.
جان سینا وارد میشه و میخواد که به عنوان میزبان پیبک این شو رو با داور ویژه بودن مسابقه LA Knight در مقابل دمیز خاص کنه، که دمیز وارد میشه و به جان سینا میگه تو میزبانی ریده، که جان سینا به دمیز حق میده چون بار اولش رو از دمیز میخواد که راهنماییش کنه، که دمیز هم میگه از داور ویژه بودن بکشه بیرون، که جان سینا میگه این یکی از ایده هام بودش. توصیه دیگه ای داری؟ که دمیز میگه آره، وقتی ازت خواستن که توی فیلم باربی بازی کنی بگی نه، که جان سینا میگه هنوز حس شوخ تعبیتو داری. میز ببین من ازت خوشم نمیاد اما برات احترام قائلم و میخوام که امشب رو خاص کنم، ازت کمک خواستم، یه نصیحت یا توصیه درست حسابی کن. که دمیز میگه میدونی چیه، من تجربه میزبانی زیادی دارم، من بهترین میزبان رسلمنیا در تمام دورانم. جان تو باید بیشتر درگیر بشی. وقتی من میزبان رسلمنیا بودم من فقط توی یه مسابقه نبودم بلکه تو 2 تا مسابقه بودم. که جان سینا میگه آره یادم اومد، پس چیزی که شنیدم ازت اینه که بیشتر درگیر بشم. که دمیز میگه آره، و یه چیزی، این چیه پوشیدی؟ من یه کت و شلوار $10,000 پوشیدم و تو تقریبا 50 سال تو مثل تلتابی لباس پوشیدی. که جان سینا میگه به نکته خوبی اشاره کردی، پس بیشتر درگیر بشم و نمیدونم برم تو نقش ها. که دمیز میگه آره، باید توی تصمیم گیری و تماس گرفتن سریع باشی و مسئولیت پذیر باشی. جان سینا میگه عالیه، بیشتر درگیر بشم، برم تو نقش و مسئولیت پذیر باشم و توی مسابقات به عنوان داور ویژه حاضر بشم. که دمیز میگه نه، تو حتی لباس داوری هم نداری. که یکی یه لباس داوری به جان سینا میده و جان میگه اینم از لباس آمادم برای داوری مسابقات. که دمیز میگه نه، که جان سینا ادای LA رو در میاره و میگه یک، LA Knight وارد میشه و دومین مسابقه شو آغاز میشه، که همون ابتدا دمیز بیخیال مچ میشه و میاد که بره، اما LA میفته دنبالش و میارتش توی رینگ و زد و خورد شروع میشه و LA میره برای زدن BFT که دمیز از رینگ خارج میشه و درگیری خارج از رینگ دنبال میشه، که LA موفق میشه که LA دمیز رو به میز گزارشگران بکنه و برمیگرده تو رینگ تا کاوز نشود تو صورت جان سینا میگه یو، بعد دوباره میره سر وقت دمیز که این بار دمیز LA رو به میز گزارشگران میکنه. خلاصه دوباره برمیگردن به رینگ که جان سینا به جفتشون وقتی گوشه رینگ حریفشون رو میزدن اخطار میده که LA و این اخطار دادن جان سینا حال نمیکنه و این دو فیس تو فیس میشن که دمیز میزنه زیر وسط LA و بعد یه زد خورده تقریبا برابر دمیز میره تا با زدن فینیشر کارو تمام کنه که LA فینیشر رو به رول ناموفق بدل میکنه و اسپینینگ DDT میزنه کاور که دمیز کیک اوت میکنه. دمیز موفق میشه رولی رو انجام بده و تنها به رینگ رو هم میگیره که جان سینا متوجه این چیت میشه و با لگد میزنه زیر دست دمیز و دمیز و جان سینا با هم فیس تو فیس میشن که LA میاد از فرصت استفاده کنه و BFT بزنه که دمیز فینیشر رو به فینیشر بدل میکنه، اما LA نایت هم اجازه اجرای فینیشر رو نمیده و دمیز رو پرت میکنه سمت جان سینا، اما برخوردی رخ نمیده که LA یه مش سمت دمیز ول میده و دمیز جا خالی میده که نزدیک و مشته بخوره به سینا. بالاخره دمیز اسکول کراشین فینالی میزنه و کاور که LA نایت کیک اوت میکنه. دمیز جلوی جان سینا میره تا به LA نایت 5 نکل شافل بزنه، اما LA سرپا میشه و پاور اسلم بیگلبو و BFT میزنه و کاور تموم. برنده مسابقه LA نایت معرفی میشه. بعد مچ جان سینا و LA نایت روی استیج حاضر میشن و جان سینا دستش رو سمت LA دراز میکنه و این دو با هم دست میدن و جان سینا دست LA نایت رو بالا میبره. به این مسابقه خوب 3 ستاره میدن. مسابقه بعدی سر کارمند یونایتد استیت بین آستین توری در مقابل قهرمان این کارمند ری مستریو شکل میگیره، که تو این مسابقه نچندان جالب آستین موفق میشه کامل مومنتای اولیه رو به دست بیاره، ری رو کتک خور خودش میکنه و حتی تلاش میکنه تا ماسک ری رو در بیاره، اما در نهایت ری موفق میشه 619 بزنه و میره برای اسپلش که آستین زانوهاشو بالا میاره و خیلی خوشگل ری رو بلند میکنه و میره برای زدن ATL که ری فینیشر رو به رول بدل میکنه و تموم. ری مستریو با رول میتونه آستین رو شکست بده و از عنوان قهرمانیش حفاظت میکنه. به این مسابقه با ارفاق 2 ستاره میدم. توقع داشتم اسکوبار توی این مچ بیاد و حرکتی بزنه که نزد. با بکی لینچ صحبت میشه در مورد هدف بعدی، بکی ازش سوال پرسیده میشه که هدف بعدی، خودش وارد کادر دوربین میشه. تیفانی
مسابقه استیل سیتی استریت فایت سر کارمندان آن دسپیوت تکتیم بین قهرمانان این کارمندان کوین اوونز و سامی زین در مقابل دیمین پریست و فین بلر آغاز میشه. ابتدای این مسابقه کوین با دیمین و سامی با فین درگیر میشن که سامی سه تا صندلی وارد رینگ میکنه و فین با چوب کنداستیک یه ضربه به سامی میزنه و چند تا چوب و یه سطل میکشه بیرون که تو سطل فکر کنم حوله‌ای که مال تیم محبوب اون شهر رو میاره بیرون و پا میذاره روش. کوین اوونز به دو میاد و میزنه زیر کاسه کوزه فین بلر رو با چوب کنداستیک، ترتیبشو میده که دیمین به داد فین میرسه و دو نفری کوین اوونز رو میزنن که سمی بیکار وای نمیسه و روشون پرشی رو انجام میده. بعد دو تا سطل آشغال میکشن بیرون و میفتن به جونشون که فین خودش میره توی رینگ و کوین میاد بالا سرش و لباس خودش رو پاره میکنه که زیرش لباسی با عکس تریفان که پوشیده و اینجوری یادی از تریفان که زنده نگه میداره. بعد سطل آشغال رو میذاره روی فین و با سمی با چوب کنداستیک میزنن توی سطل آشغال. با اینکه فین هیچیش نشد اما صحنه جالبی خلق شد. سمی و کوین یه میزی رو ستاب میکنن و با سطل آشغال میان سر وقت دیمین، اما دیمین ترتیب جفتشون رو میده و سطل محکم میزنه تو کمر سمی زین و بعد با فین چند تا ضربه صندلی به کوین میزنن و یه حالی هم با بهش میدن که سمی میاد به داد کوین برسه اما از پس دیمین و فین بر نمیاد. دیمین چند تا صندلی وارد رینگ میکنه و با یه صندلی میاد سر وقت کوین، اما کوین اجازه نمیده و رگباری لگد بارونش میکنه و یه ضربه صندلی هم به کمرش میزنه که فین با صندلی به داد دیمین میرسه و با دو ضربه صندلی کوین رو از رینگ خارج میکنه که سمی از پشت فین ظاهر میشه و همین فرمول رو دوباره تکرار میکنه و با سه ضربه صندلی فین رو از رینگ خارج میکنه. درگیری به بین تماشاچیان کشیده میشه که سر و کله دامانیک مستریو پیدا میشه و به کوین اوونز و سمی زین حمله میکنه و این ستا واسه خودشون پارتی میگیرن و زمان کافی برای سمی و کوین به وجود میارن تا لباسای هاکی رو به تنشون ببینیم و همچنین خون از سر کوین جاری شده که یو سمی با چوب هاکی ترتیب هر ستاشون رو میدن و روی استیج حاضر میشن که دام میتونه چوب رو از کوین بگیره اما نمیتونه باش کاری کنه و دام رو میفرستن بک استیج. تیم پزشکی میاد بالا سر کوین و خونریزی کوین رو پاک میکنن و سمی موفق میشه روی صندلیا به فین بلو تاندر بامب بزنه و کاور، اما فین کیک اوت میکنه. سمی و کوین چهار تا صندلی رو به روی هم ستاپ میکنن که دیمین با چوب هاکی میاد سر وقتشون و کمر سمی زین رو به چهار تا صندلی پیوند میده و کاور که کوین یه صندلی پرت میکنه سمت دیمین و کاور رو به هم میزنه. فین و دیمین با هم میافتن به جون کوین و درگیریشون دوباره میره لا جمعیت که سمی موفق میشه از روی میزی روی حریفاش بپره، اما باز هم سر و کله دم دم پیدا میشه و سمی رو میزنه که کوین دم دم رو میگیره و میذارتش روی یه میزی و فاز جف هاردی برمیداره و از ارتفاع به دم سوئنتان بامب میزنه که خودشو دم رو نابود میکنه. تماشاچیان فریاد میزنن هولی شت دیس ایز awesome. توی رینگ سمی و فین رو میبینیم که سمی میتونه اکسپلودر بزنه و میره برای هلواکیک که دیمین ظاهر میشه و سطلی رو تو کله سمی پرت میکنه. فین سری کاور میکنه اما سمی کیکاوت میکنه. دیمین و فین میان تا ترکیبی روی سمی حرکتی بزنن که سمی اجازه نمیده و به دیمین اکسپلودر میزنه و فین رو روی میزی که ابتدای مچ ستاپ کرده بودن میندازه. بعد میره برای هلواکیک که دیمین گردن سمی رو میگیره ولی کوین میاد و استانر خودشو به دیمین فرو میکنه و بعد هلواکیک به صورت دیمین تزریق میشه و کاور یک دو جیدی مکدونا اسپان میشه و پای سمی رو میکشه که کوین ترتیب جیدی رو هم میده و بهش روی میز گزارشگران پا 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 پاور بامب میزنه که مامان ریا با لباس چاینا سر و کلش پیدا میشه و کوین اوونز توی دیواره کنار رینگ اسپیر میزنه. او مای گودنس. سمی و فین توی رینگ سرپا میشن که فین سری اسلینگ بلید شاتگان دراپ کیک و کوب ده گراس میزنه که سمی کوب ده گراس رو جا خالی میده و اکسپلودر و هلواکی که خودش رو به فین فرو میکنه و کاور یک دو دامانیک با کیف مانی این دبنک کاور رو به هم میزنه و فین همونو کاور میکنه و تموم. فین بلر با پین کردن سمی زین قهرمانان جدید کنرندان اندسپیوتد WWE تک تیم معرفی میشن. به این مسابقه عالی 5 ستاره میدم و ججمنت دی افتخارات رو دارن شخم میزنن.
گریسون والر افکت برگزار میشه که گریسون به این قضیه تموم کردن داستان کودی تیکه میندازه و ازش دعوت میکنه که در برنامهش حاضر بشه. کودی روز هم میاد و خلاصه کودی اعلام میکنه که جی اوسو به شو را اومده. مین ایونت جی اوسو با آهنگ ورود جدید وارد میشه و کودی رودز میره. از نظر من جی اوسو میتونست بازگشت خیلی بهتر از این داشته باشه. به هر حال جی بدون اینکه حرفی بزنه به گریسون سوپرکیک میزنه و نشون میدن که کودی از روی استیج داشت این صحنه رو میدید. مسابقه سر کمربند جهانی زنان بین راکل رودریگز در مقابل قهرمان این کمربند ریا ریپلی برگزار میشه. دو کشتیگیر با سرشاخ شدن کار رو شروع میکنن و تو روند ابتدایی مچ تماما با بروخ کشیدن قدرت بدنی جلو میرن که شاید روند جالبی نمیشیم. ریا ریپلی موفق میشه کنترل در رینگ رو کامل به دست بگیر و راکل کدای خور ریا میشه که بالاخره راکل از کدای خوردن خسته میشه. زمانی که ریا روی تاپروب قرار میگیره میزنه زیر پاش و ورتیکال سوپلکس میزنه و بعد البو دراپ مخصوصش رو اجرا میکنه و کاور که ریا کیک اوت میکنه. راکل میره تا هانا بامب بزنه اما ریا اجازه نمیده و فیس فرست و رانینگ نی اجرا میکنه و کابر که راکل کیک آوت میکنه. بعد میره برای زدن ریپتاید که راکل حقیقتا نمیدونم داشت شکار میکنه ولی تونست مانع اجرای ریپتاید بشه، در واقع سوتی داد. برحال راکل میاد تا سوپرپلکس بزنه اما ریا اجازه نمیده و توی زانوش شیرجه میزنه و ساب میشنش رو اجرا میکنه که راکل موفق میشه با رول کردن خودش رو از دست ساب میشن خلاص کنه. بعد یه زد و خورد راکل خارج از رینگ، ریا رو دو بار به پایه رینگ و یه بار به دیواره کنار رینگ میکنه و میندازدش توی رینگ که سر و کله دم دم پیدا میشه و راکل دم رو میگیره و بهش رانینگ پاور اسلام میزنه اما ریا از فرصت استفاده میکنه و به جای دو تا کیک و یه ریپتاید کار راکل رو تموم میکنه و از عنوان قهرمانیش به این شکل حفاظت میکنه. این مسابقه دو ستاره بیشتر نمیده. جان سینا رو نشون میدن که تو لباس خبرنگار بکستیج حاضر شد و با قهرمانان جدید کمربندان تکریم صحبت میکنه که فین بالر ادای جان سینا رو در میاره و میگه قهرمانا این جان. جان سینا در مورد اختلافاتی که بینشون افتاده صحبت میکنه که نظرشون چیه. دیمیان هم در جواب میگه ما یه خانواده ایم، برادر رو با هم دعوا میکنن اما پشت همن و هیچ کس نمیتونه جاجمنت دی رو متوقف کنه. پیلی بعدی فاسلین تبلیغ میشه و میرسیم به مین ایونت شو، مسابقه سر کمربند سنگین وزن بین قهرمان این کمربند ست فریکن رالینز در مقابل شینسک ناکامورا که برای ناکامورا ورود جالب و خاصی در نظر گرفته میشه و نشون میدن که گریت موتا هم در کنار تماشاچیان حاضر. یه ویدیوی سم از موتا توی تلگرام گذاشتم که ببینید چندین بود ناشناخته ذهنتون باز میشه. به هر حال دو کشتیگیر در رینگ حاضر میشن و زنگ آخرین مسابقه پیبک 2023 به صدا در میاد و کوری گریوز میگه که ست با شلوار خاصی که پاش کرده ادای احترامی به بری وایت کرده که من حقیقتا نفهمیدم کجاش ادای احترامه. نشونه ای از بری وایت به چشمم نمیخوره. مسابقه با روند کلاسیک جلو میره که ست موفق ظاهر میشه و میتونه ناکامورا رو بزنه و میره برای اجرای پدگیری اما ناکامورا پدگیری رو به بکدراپ بدل میکنه و شروع میکنه به کار کردن روی کمر مثلا شکسته ست. اما ست به این سادگی کوتاه نمیاد و مومنتا رو از دست نمیده و میاد که ناکامورا رو به میز گزارشگران پیوند بده اما ناکامورا اجازه نمیده و ست رو با کمر پرت میکنه روی میز گزارشگران. بعد یه زد خورده تقریبا کند ست میره تا کورب استامپ بزنه اما ناکامورا فینیشر رو به اسلیپر بدل میکنه ولی ست سری با آرنج میزنه تو کله ناکامورا و خودش رو خلاص میکنه که ناکامورا فلاینگ نی اجرا میکنه و کاور که ست کیک اوت میکنه. ناکامورا میره برای اجرای کینشاسا اما ست سوپر کیک میزنه و درجا کاور که ناکامورا کیک اوت میکنه. ناکامورا موفق میشه آرمبار و تراینگل اجرا کنه که ست با فیس جالب در تلاش دوم با کمر مثلا شکستش ناکامورا رو بلند میکنه و پاور بامب میزنه. در نهایت دو کشتیگیر همدیگر رو مشت بارون میکنن و به جای دوتا کیک به پس کله همدیگه پهن رینگ میشن.
ست زودتر سرپا میشه و میره روی تنابهای رینگ که ناکامورا میاد سر وقتش رو فلیپینگ اسلم یا اسم حرکت رو گفتن لند اسلاید میزنه و کاور، اما ست کیک اوت میکنه و کمرش رو میگیره تو دستش که ناکامورا سری کینشاسا میزنه و میره برای دومی که ست با بلند نشدن خودش رو نجات میده و ناکامورا بلندش میکنه و میاد تا بهش حرکتی بزنه، اما ست اجازه نمیده و پدگیری میزنه و بعد میره برای کوربستام که ناکامورا با پا میزنه پس کله ست و دوباره بلندش میکنه که ست رول میکنه، اما رول به ضرر خودش تموم میشه که به هر حال کیک اوت میکنه و سری کورب استامپ میزنه و کاور تموم. ست فریکن رالینز با شکست دادن شینز که ناکامورا از عنوان قهرمانی شوازات میکنه. این مسابقه چنگی به دل من نزد و 3 ستاره بیشتر بهش نمیدم و به این شکل پیبک 2023 به اتمام میرسه که WWE ویدیوی بعد اتمامش رو به نمایش میذاره که ناکامورا به ست حمله کرده که این یعنی هنوز فیود این دوتا ادامه داره. ممنون که این بررسی رو دیدید، دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو کامنت کنید و مرسی از دموبی تیکر بابت حمایت مالی. بریم که صداتو بشنویم. سلام داشگود، چه خبر؟ من برگشتم. سلام عزیز، چی کار داری میکنی با خودت؟ همش در حال رفتن و برگشتنی، داستان چیه؟ بریویت، نظرم در رابطه با کریر بریویت اینه که کمپانی WWE نتونست از 100 پتانسیلش استفاده کنه، یا بهتره بگم کمپانی نذاشت. بازم مرسی که حمایت میکنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymeet.ir/thegamepetropol6 دونیت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییتون باشید.